سلام، چهار روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده. چگونگی برگزار شدن این انتخابات و آمادگی های نامزدان برای رفتن به سوی انتخابات از بحث های مهم و اصلی هستند. برگزاری انتخابات 98 کاستی ها و چالش های خواهد داشت. نامزدان چقدر مطمئن از برگزاری شفاف انتخابات پیشرو هستند؟ نگرانی درباره شفافیت این انتخابات در کار است. مهمانم در فراخبر امشب محمد عمر داوودزی، رئیس کمپاین های دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی است. آقای داوودزی، به فراخبر خوش آمدین. تشکر. اول تر از همه، چقدر از پیروز شدن در انتخابات پیشرو دسته انتخاباتی دولت ساز مطمئن است؟ کاملا مطمئن هستم که انشالله مردم افغانستان، ملت نجیب و آگاه افغانستان، ذهن خود وقت ساختن و ما در دوران کمپاین ها میبینیم، در صحبت هایی که داریم از اینکه دکتر صاحب اشرف غنی حیث رئیس جمهور افغانستان در 5 سال گذشته کارکرد خوب و واضح داشتن، مردم افغانستان میخواین که 5 سال دیگه هم برش فرصت بدن. 5 سال یک آزمون بوده و آقای غنی از این آزمون موفق بدر شده. به عقیده ما و به عقیده کسایی که من کتشان صحبت دارم در دوران کمپاین ها موفق بدر شده. عرصه هایی که موفقیت آقای غنی را میتونه تثبیت بکنه، میتونین برای بشمارین چند تاش؟ همش در عرصه حکومت داری، در عرصه مدیریت پروسه صلح که در اواخر به شکلی که مدیریت شد، در عرصه تجارت که افغانستان منحصر به یک بندر بود یا به یک کشور بود، حال راه های دیگه باز شده، در عرصه تعلیم و تربیه و میلیون ها جوان تربیه شده، مکاتب خیالی که داشتیم مال به مکاتب حقیقی تبدیل شده، در عرصه خدمت به دین و به مساجد، تعداد مساجدی که در 5 سال گذشته آباد شده در 13 سال قبل از او آباد نشده و این ارقام من نیست، ارقام وزارت حج و اوقاف است. در قسمت وحدت ملی خدمات خوبی داشته، مردم افغانستان اعتماد دارن سرشان و برشان رای میتن که کارایی که نیمه مانده او را تکمیل کنه. شما میفهمین که وضعیت اقتصادی افغانستان و شهروندان افغانستان چگونه است؟ بله، باید دارین که 180,000 عسکر خارجی در افغانستان بود زمانی که دکتر صاحب رئیس جمهور شد و هر عسکر بین‌المللی 1 میلیون دلار تخصیص داره بودیجش، یعنی که 180 میلیارد دلار قبل از او به افغانستان سالانه تخصیص داده میشد. درست که همش به افغانستان نمی آمد، معاشاتشان بود و لوجستیکشان بود، ولی قسمت اعظمش اقتصاد افغانستان رو تقویه میکرد. او یک دم پایین شد به 10-15 میلیارد دلار. طبیعتاً که اقتصاد یک شاک میبینه، ولی به او پیمانی که شاک میدید، به او پیمانی که وضع اقتصادی پیش بینی شده بود که خراب شود، به او پیمانه نشد، چرا که برنامه های خوب و مدیریت خوبی دکتر صاحب اشرف غنی از او از راه متوقعش که جامعه بین المللی هم فکر میکرد از او جلوگیری کرد. فقر 35% به 50 چند درصد رسیده. خب این همی دلیلش است. حالا شما فرض کنید یک مثال وابستگی داره اقتصاد برنامه. بله من یک مثال بتم براتون. 2,50,000 راننده دریور موتورای لاری میچلند در زمانی که 180,000 عسکر بین‌المللی در خاک افغانستان بود و 50,000 نفر بیکار شدن. بس دیگر با شما در میان میگذارم. برق. بله. آقای غنی گفته بود که به کل ولسوالی های افغانستان برق میرسونه. بله. به کلش خو نگفته بود، به کلش انشاءالله در 5 سال آینده، 5 الی 10 سال آینده عالی برنامه های است که به کشور صادراتی برق تبدیل میشه، ولی از او کمتر از 10% عالی به بیشتر از 30% رسیده. چند روز پیش یک هفته پایتخت افغانستان برق نداشت. او خو یک عملی تروریستی بود که طالبا چند پایه یعنی همه چیز وابستگی وابسته است. تنها جنگ نه، با صادرات و متکی بودن به اموال یا کالاهای وارداتی تا حال خود داره، اتکا داریم، ولی آیستا آیستا خودکفایی هم رشد کرده، خود به طرف خودکفایی میریم. در 5 سال یک کشوری که به صفر تقرب کرده باشه، در 5 سال نمیشه که او رو کوریای جنوبی بسازید. دسته انتخاباتی دولت ساز چقدر یک دسته مطمئن است؟ کاملا مطمئن است. یک دسته است که با اساس یک فکر با هم یک جای شده و کاملا متحد و مطمئن است.
معاون اول رئیس جمهور آقای دوستم و احمد ضیا مسعود که از حامیان سخت آقای غنی در انتخابات گذشته بودند، هر دو شاکی هستند از آقای غنی. خب دلایلی داشت، دو دوره کم تجربگی بود که دکتر صاحب اشرف غنی به او شکل تیم خود ساخته بود. حال تجربه حاصل کرد، یک تیمی ساخته که کتش هم فکر است، با اساس فکر آمده و کتش متحد است. و ایره شما از تنش میان آقای دوستم و آقای غنی مشکلات در تفکر است؟ جزی تاریخ شده او گپ، یک درسی مخته مسمیشش. بله درس مخته شده. طبیعتا دکتر غنی یک سکالر بلمللیس، یک دانشمند بسط بلمللیس، در پوانتونه امریکا درس داده، از زاویه یا از آدرس بانک جهانی به بسیار از کشورها درس باسازی داده. و جنرال صاحب دوستم از یک آدرس کاملا متفاوت، با این اندازه دانش آقای غنی دچار اشتباه شدند در انتخاب آقای دوستم؟ خب در اون زمان شاید برد انتخابات مهمتر بود برشان و شاید فکر کردن که مدیریت کرده باشند. ما یک مثال برتون بدم، دو سال اول ما وزیر داخلیشان بود و در چند شورای امنیت و وقت اشتراک کردم. ما دیدم که چقدر شاک بود دکتر صاحب غنی به نیست رئیس جمهور با عمل کرد جنرال دوستم در مجالس شورای امنیت. آقای دوستم کار بده میکرده در مبارزه با فساد؟ در مبارزه با فساد رو بگذارید، در مجلس از رئیس جمهور اجازه نمی گرفت و 80% وقت میخواست گپ بزنه، اجازه نگرفتن میشه با جلسه اداره میخواه، هر جلسه اداره میخواه. تشکر. درباره جایگاه آقای یوسف غزنفر در دسته انتخاباتی آقای غنی میخوایم از شما بفهمم. بله، آقای غنی به همه شمول بودن عقیده داره، هم قبل از انتخابات ولی بعد از انتخابات هم میخواه که همه شمول باشه. و او خاطر میخواه همه مردم افغانستان به شکلی از اشکال امیال در دوران کارزاره انتخاباتی خود ببینه و بعد از انتخابات قرار است ما اجماع اساسی و بنیادی و وسیع برای پروسه صلح بسازیم، که اگر میخواهیم با طالبان صلح کنیم باید که ما به کشور خود متحد بسازیم. در پلوی نه همه شمول بودن، جایگاه آقای غزنفر را میخواهیم بفهمم. خب مشاور هستن اکنون پس از انتخابات استن. پس از انتخابات همه چیز مربوط میشه، اگر وقتش آمد و در قانون اساسی از اون طریق قانون اساسی تعریف کرده، از اون طریق اگر تغییراتی میامد و کار ملت است. گزارش ها از پیوستن چهره های تازه با تیم دولت ساز پخش شدن، میتونین بر بشمارین چند چهره را؟ خب چیزی که اعلان کرده میتونیم، دکتر صاحب زلمه رسول اولین کسی بود از چهره برجسته کاندید ریاست جمهوری بودن، دکتر صاحب شهدا محمد عبدالی آمدن، چندین کاندید دیگه در حال مذاکره هستند و چهره سیاسی رهبرای احزابی که با ما تا حال نیستن داخل مذاکره هستیم. ما یقین دارم که از دلچسپی و از چی که ما میبینم انشالله اکثریتشان به تیم دولت ساز میپیونده، با اساس اینمی که ما یک قاعده وسیع بسازیم و یک اجماع اساسی برای پروسه صلح بسازیم. رقیبانتان میگن که تیم دولت ساز متوجه شده که ضعیف است و دست به تقلب میزنه. نمونه هم خبر اخیر نیویورک تایمز را میاره. خب نیویورک تایمز کار خود میکنه، ولی ما معتقد به همه شمول بودن هستیم و به همه شمول بودن یک روز هم وقت نیست و یک روز هم ناوقت نیست. امیال بتانیم که یک آدرس سیاسی را شامل بسازیم، ما میریم پششان و برشان قناعت میتیم، چیزی برشان نمیتیم. دکتر صاحب غنی این بار واضح گفته که هیچ چیز معامله نمیکنه، ولی به مشارکت عقیده داره که اون مشارکت و همه شمول بودن باز اساس است. درباره پیکارهای انتخاباتی چگونه پیش میرن؟ بسیار کوتاه بفرمایید پس از وقفه بیشتر از شما. بسیار خوب پیش میرن. ما در آغاز دفاتر دادیم به افراد و اشخاصی که دلچسپی داشتن که در کمپاین دکتر غنی دخیل باشند، اونا دفاتر خود بردن به هر ولایت چندین دفتر. بعد در مرحله دوم، یعنی مرحله اول یک ماه اول ما به نام موجسازی یاد کردیم، مرحله دوم که انسجام بود آله همیشه به یک شورا تبدیل کردیم. تشکر آقای داوودزایی و ادامه فراخبر تا چند لحظه دیگر.
ادامه فرا خبر. آقای داوودزاده، انتقاد شده که پیکارهای انتخاباتی بسیار پایتخت محور بودند. شما تانستین یک پیکار سرتاسری را در کشور براه بیان بزن؟ برای فعلا درست که مانده بر انتخابات ما دعوه کده میتونم یقین که کمپاین های ما به ولسوالی ها و به حتی به قریجات رسیده. در اول طبیعتاً که از ولایت آغاز میشه و قسمی که پیشتر خدمت شما عرض کردم در ماه اول دیگه کاندیدا با عقیده نداشتن به انتخابات، فکر میکنن صلح هست و گپای دیگه است، ولی ما عقیده داشتیم به انتخابات و ما شروع کردیم به دادن دفاتر که موج ایجاد کنیم دیگه کاندیدام تشویق شه. باز در ماه دوم شروع کردیم به شورا سازی. در جریان پیکارهای انتخاباتی که زمانش دو ماه قید شده، چقدر زمینه یک رقابت برابر به همه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری فراهم بود؟ برای همشان فراهم بود. یکی حرفی که میگفتن از استفاده از خیمه لوی جرگه و برای همه کاندیدا است و دیدیم که بعد از ما دیگه کاندیدا خیمه لوی جرگه دایر کردن، اما کرایه داره. اگر ما موجه کمپاین داشتیم که رئیس پرداختیم دیگه کاندیدا هم پرداختن و در قسمت امنیت وزارت داخله مسئولیت داشت، برای همشان مطرح زیره محافظین اینا تهیه کردن. حالی که کم و زیاد باشه با یک کاندید خوش است یک کاندید ناخوش است و کار وزارت داخله است. بس جدیتر از این مسئله است آقای داوودزاده. عنایت الله حفیظ یکی از رقیبان شما دیروز گفته که حکومت و به ویژه وزارت امور داخله کارشکنی کردن و حتی مانی پیکارهای انتخاباتی آقای حفیظ شد. امور دیگه وزارت داخله میشه، سخنگوی وزارت داخله جواب بگه. چیزی که برای ما معلوم است آقای حفیظ ناراحت هستند چرا دو تا معاونشان اونا رو ترک کردن و به تیم دولت ساز پیوستن. این اتهام ها بر شما مهم نیست چیزی نمیگیرید؟ مهم است، ولی من نماینده دولت نیست، من مسئول کمپاین است. آقای غنی در رأس دولت است. ولی وزارت داخله یک وزارت است که سخنگوی داره، مدیر داره، یک مدیریت مجزا هست. بیشترین شکایت درباره خلاف ورزی ها در جریان پیکارهای انتخاباتی از تیم شما و تیم آقای عبدالله در جای کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی شده. حتما شما میفهمین در چه مورد خلاف ورزی کردن؟ دو مورد مهمشانه که برای ما گفته شده آمده، مورد اصلاحات آوردیم، یک موردش اشتراک مامورین دولت بود عالی رتبه و در میان رتبه که او توقف پیدا کرد. ما خود من از رئیس کمپاین کتبن ابلاغ کردم که هر مامور دولت اگر دلچسپی داره در کمپاین باشه استعفا بده. چندین شخصیت های مرد و زن استعفا دادن، آمدن به کمپاین شامل شدن و انتقادات دیگه در مورد استفاده از منابعی بود که باز ما با کمیسیون ششتم صحبت کردیم که رئیس جمهور هم رئیس جمهور است، هم کاندید است. من حیث رئیس جمهور تهدیدات امنیتی بر از اونا بیشترتر است نسبت به کاندیدا، با او خاطر لازم. اما یک چیز با وضاحت بگیم که در سفرهای که ما کمپاینی داشتیم با ولایت دیگه کاندیدا ادعا داشتن در اول که گویا ما از منابع دولتی استفاده میکنیم. نخیر، استفاده کردیم ولی کرایش پرداختیم. نشست عصر امروز در حمایت از آقای غنی در کجا برگزار شده بود؟ پیش روی ارگ روی سرک که یک چهارراهی پشتونستان. چهارراهی پشتونستان گفته نمیتونیم، از بین چهارراهی پشتونستان و چهارراهی آریانا جایی که سرک عمومی است، جایی که محدود است بر دیگه شهروندان. ولی ما کتبا نوشتیم به کمیسیون، به کمیسیون شکایت که اجازه تان است، اونا گفتن بله. از این امکانات دیگه نامزدان میتونن بهره در جای دیگه میتونن دیگه، کار کمیسیون است دیگه. نامزدان میتونن برای کمیسیون نوشته کنن، کتبا برشان از اونا بخواین که این فلان جای ما کمپاین میگیرم اجازه است. اگر کمیسیون برشان گفت که اجازه است، اما ممکن نیست در جایی که امروز نشست برگزار شد. اون سرکم در طولانی است، ولی تا بال کسی تو یک کتبی خواهش نکرده است کمیسیون شکایت که مام در موجه برگزار میکنم. اگر اون سرک طولانی است، دراز است، میشد کنه، ولی کسی درخواست نکرده. این استفاده از امکانات دولتی پنداشته نمیشه؟ نه، او امکانات ملی است. در باره حادثه یا رویداد یا عملی که اخیرا در تورخم اتفاق افتاد میخوایم از شما بیشتر بفهمم، چون این پیوند داده شده با مسائل انتخاباتی. برخی از نامزدان این کار را
همچون معامله بر سر ترخم یاد میکنن و معامله بر سر پیروزی در انتخابات. دیدگاه شما چیست؟ هیچ نوع معامله با پاکستان سر ترخم، سر دیورنز، هیچ نوع معامله نیست. اما اونجا مرز یاد شده. بسیاری اسناد است که پاکستانی ها مرز میگن و را به طرف خودشان. ما اگر لوحه ساخته باشیم طرف افغانستان یک لوحه ساخته باشه و در اوجه گفته باشه که مرز در او درست. لوحه را که پاکستانی هم میسازد هم اسنادش اونا مرز یاد میکنه. آقای نبیل میگه که اطلاعات در دست است که به خاطر منافع شخصی آقای غنی این معامله را پذیرفته. آقای نبیل فعلا یک کاندید است و کاندیدا خو میتونن هر چیزی بگوید. هیچ بر شما مهم نیست؟ مهم هست ولی خو اگر دبای کمپایی نیست اتهامای کمپایی نیست اتهامات اگر نادرست باشن اگر اسناد را کنن باز شما ما حق دارین که ما را بگیرین که چرا اما واکنش شما در برابر یک اتهام بدور از حقیقت چه بوده؟ ولی ما گفتیم که پاکستانی ساخته بود افغانستان نساخته بود نمونه های بسیار از دست هستن انتقاد های دیگه هستن که متهمان و حتی محکومان از بنده ها شدن به هدف حمایت از تیم دولت ساز. خب ما سیستم قضایی داریم، قضا مستقل است، اونا خودشان تصمیم میگیرن. مثلا 24 ساعتی گذشته دو خانم که عضو کمیسیون بودن به خاطر تداوی از زندان کشیده شدن به شفاخانه برده شدن و اونمو خانم یکیشان برای ما هم که با ما هیچ ارتباط ندارم ولی من نیست یک شخص برای ما یک واتساپ کرد که اون واتساپش خواندم واقعا دردآور بود خب امکان داره به سیستم قضایی هم رسیده باشه و اونا حکم داده باشن که انتقال شوند به شفاخانه آقای قیصری بیمار نبودن آقای قیصری یک حادثه بود و شخصاً تو کدام جرم مشهودی من نشنیدیم که داشته باشه اما حادثه بود واقع بود که یک تصادم در یک مجلس شد آورده شد تنبیه شد بعد از او رفت و اگر کدام معامله با آقای قیصری شده بود بازو از دکتر غنی حمایت میکرد او که رها شد رفت از انجینر نبیل حمایت کرد یعنی در دستگاه های حکومت بعضاً اشتباه صورت میگیره چی صورت؟ اشتباه مثلا آقای قیصری زندانی شد و سپس بیگناه معرفی شد اشتباه تنبیه شد جرمش قابل تنبیه بود تنبیه شد یعنی اون قسمت شما توجه کنین اگر دولت به اساس کدام معامله رو رها میکرد ولی او میرفت از دولت حمایت میکرد از کاندید دولت ساز حمایت میکرد او خرف از کاندیداتوری انجینر نبیل حمایت کرد درباره تعیینات خوب شد این نشان میده که ما فرهنگ دموکراسی دار رشد کرده میره درباره تعیینات اخیر او هم در بخش های پردرآمد دید شما چه است نه من اطلاع ندارم که در کجا شده پیمان داده میشه این مسئله با پیکارهای انتخاباتی با هیچ وجه به هیچ وجه پس چرا در یه آخر و با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری خب یک جای مهمی که خالی شوه خب وزارت مربوطه پیشنهاد میکنه برای هر پست به اساس یک پروسه رقابتی کاندید روان میکنه رئیس جمهور طبیعتاً که یکی از اونها رو تعیین میکنه با کمپاین ربطی ندار در یک روز چهار بخش درآمدزا تعیینات تازه شده مثلا کجا چند گمرک خب اونا را کار دولتی است سر کمپاین تاثیر نداره اگر سر کمپاین تاثیر می داشت امکانات از اوجا می آمد باز ما خبر می شدم تشکر هیچ نوع امکانات از اوجا نامد تشکر درباره انتخابات آقای داودزی نگرانی درباره انتخابات یا وجود مشکل یا کاستی در روز انتخابات دسته انتخاباتی دولت ساز داره در دو مورد ما نگران هستیم یکی امنیتی خاطر که توقع می رفت که پروسه صلح تا روز انتخابات به یک سرحد برسه که با طالبا یک آتش بس اعلام شده یا نه اعلام شده داشته باشیم که تا به حال به اون نقطه نرسیدیم گفته میتونیم که امنیت با وجود قدردانی از کارکرد قوای امنیتی خود ما و از همکاری جامعه بین‌المللی ولی نگرانی امنیتی هست و نگرانی دوم سهم زنا در انتخابات این نگرانی هست از اینکه کمیسیون محترم تصمیم گرفته که بایومتریک کل عکس رویشان بگیره و حقشان است حق ملیشان است حق انسانیشان است
که عکس میگیرن یا نمیگیرن. خب اگر خانما در اطرافا تصمیم میگیرن که عکس نمیگیرن، فلحاظ حاضر نمیشن به صندوقهای رای. این یک نگرانی است برای ما. ما میخوایم که همه مردم افغانستان یکسان حق داشته باشن، یک گزینه است که بدون عکس هم رای داده شد. این کاری که میسون است که رای حل برش پیدا کنه، ولی این که محروم میمانه یک قشر مهم جامعه که 50% است و در 5 سال گذشته بسیار کار شده که 50% داخل شود نظام و سهم خود داشته باش، در این وقت برای ما قابل نگرانیه. تشکر. رئیس جمهور پیشین امروز گفته که تلاش ها برای انتخابات باید متوقف شوند و به باور آقای کرزی انتخابات پیشرو افغانستان را با یک بحران عمیق سیاسی و اجتماعی رو برخواست. آزادی بیان است، دموکراسی است، هر کس حق داره هر چیزی بگوه، ولی رئیس جمهور غنی و کاندید تیکت دولت ساز اونا با وضاحت گفتن و من تکرار میکنم، با یک روز بعد یعنی با 7 میزان ساختن اجماع وسیع برای صلح آغاز میشه. چرا تا حال نشده این کار؟ تا حال انتخابات بچه ما تمرکز ما سر اداره کردن یک انتخابات شفاف است. بیره باید یقینی بسازیم که همه ملت دو سهم بگیرن، یکسان سهم داشته باشند. دو کار بسیار بزرگ همزمان بسیار مشکل است. یعنی که 6 میزان خلاص شد، 7 میزان ساختن و تشکیل اجماع برای صلح آغاز میشه. با کابینه یا بدون کابینه؟ با کابینه نو میگن؟ بله. ما خواهی نگفتن که به نتایج انتظار میکشیم. به نتایج انتظار نمیشه. خب 7 میزان هم خواهی رئیس جمهور میباشه تا نتایج برای و تا اعلان نتایج شد و تا کابینه ساخته شد. ولی روز 6 میزان که رای مردم رای داد، به 7 میزان ساختن اجماع برای صلح آغاز میشه. بسیار خوب. درباره مراکز بسته گفته میشه که برخورد سیاسی بوده با این مسئله. بقیده ما که نه، هیچ گزارشی نداریم، راپوری نداریم که برخورد سیاسی بوده. چرا؟ کل احزاب و نامزدان نگران هستن، شما نیستید. ولی ما به کمیسیون باور داریم. افغانای خود ماستن. در رأس هر دو کمیسیون در هر کدامش یک خواهر، یک خانم معزز افغانستان قرار داره و اعضای کمیسیون ما سرشان اعتماد داریم. خلاف دیگر دسته ها شما بسیار خوشبین به نظر میرسین درباره جریان های حاکم در خود دیگر دسته ها. خب بخت خود میبینن، ما بخت خود نمیبینیم. ما انشالله میبریم و به یک اکثریت واضح میبریم. درباره کمیسیون بسیار خوشبین هستین شما. از درون کمیسیون خبر میرسه که دو دستگی جدی و حاد در کمیسیون حاکم است، نگران نیست؟ بعضی اوقات اختلاف نظر سالم می باشد بین یک تیم مثل کمیسیون ها. اگر اختلاف نظر نباشه، همشان به یک نظر باشه، اون وقت نگران باشین. با اختلاف نظر رفتن به طرف کمیسیون، به طرف انتخابات، در هر اداره سالم در رهبریش اختلاف نظر می باشه. اما تضاد دیدگاه یک بحث جدی و نگران کننده است. ما نمی بینیم تضاد دیدگاه، نمی بینیم. همه اعضای هر دو کمیسیون میخواین انتخابات شفاف و تا حد امکان همه شمول برگزار کنیم. بسیار کوتاه چون فرصت اندکست، آقای دوزی، تکرار تجربه انتخابات 93 چه پیامده خواهد داشت؟ انشاءالله تکرار نمیشه. شما بسیار خوشبین هستید. بله خوشبین است. تضمین هست در زمینه؟ بله. چرا دو دفعه خوب معلوم نبوده دور اول که پرف به دور دو باز با مشکلات مواجه شدیم. این دفعه ما مطمئن هستیم که در دور اول میبره با همه سروی هایی که میشه، با همه حرف هایی که ما به جامعه داریم، ما متوقن هستیم در دور اول رای میتن و مردم افغانستان میبرن و به تیم دولت ساز رای میتن. تشکر آقای داوودزی، رئیس کمپان های دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی. سلامت باشید. و تشکر همچنان از بیننده های گرامی که همراهی ما کردند.